به نام خدا سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما شاگردای عزیز سنف نهم امیدوارم که جور و سهدمند باشید خب شاگردای عزیز و گرامی ما و شما مضمون ریاضی را با همدیگه هم میخوانیم درست است؟ و قرار بود که کارخانگی را به ما شما روان کنید درست است یعنی؟ کارخانگی درس گذشته روان کردین به ما یعنی؟ گفتیم که از طریق واتساپ نمبرش هم 20964 780 255 40 13 میتونید با ما شریک بسازید درست یا روان کنید با ما کارخانه گیره و اگر کدام سوال کدام مشکل در حل کارخانگی یا کدام پیشنهاد یا انتقادی دارید میتونید با ما در ارتباط شوید از طریق همین نمبر که به شما خواندم خب بریم درس امروز خود شروع کنیم فصل چندم هستیم فصل سوم هندسه تحلیلی درس ششم میشه درست است درس ششم از فصل سوم اما ما و شما در درس چه میخوانیم حل سیستم معادلات خطی به روش تعویزی درست است سیستم معادلات خطی یا یادتون هست دیگه درس گذشته ما و شما بود که ما و شما چرا هم کار میکردیم و را یادتون گفتیم اونا رو برای به شکل استاندارد نوشتن میکردیم و ایگر وای مصرفی است با یک چی یک تما بود دیگه نه دو وای مصرفی است با به شکل استاندار نوشته کنیم وای یک طرف است x و دیگه عدد دو یک طرف میشه است. و حالا چون وای کد وای مساوی است و طرفای راست مصرفی ما شما با هم دیگه مصرفی قرار میدادیم و دریافت میکنیم x است و x که در هر کدوم از او خطا بندازیم وای از او دریافت میشه درست است فامیلی شروع شد دیگه نه این درس گذاشته بود اما درس امروز ما شما چی است یک روش جدید میخوایم یاد بگیریم و او چی از روش تعویزی یا بعض از کتاب ها رو روش جایگزینی هم بهش گفته میشه درست است؟ خب این ای روش چی است؟ بریم سر تخته که ما برای تشریح کنیم که روش تعویزی به چی شکل میباشه پس بریم سر تخته خب شاگرده عزیز و گرامی پس حل سیستم معادلات خطی به روش تعویزی اما ما یک یادآوری میکنیم برای اول سیستم معادلات خطی تو دیگه نه به شکل بود اگر ما و شما دو خط داشته باشیم با عنوان مثال یعنی دو خط ما و شما بیا همدیگر در یک نقطه قطع کنه این چی باشد سیستم کمیات وضعی ما و شما باشد یعنی محور x و این محور y دو خط داریم این دو خط همدیگر در یک نقطه قطع کرده اول بگیم که این دو خط دو خط که ما و شما داریم سه حالت میتونه نظر به یکدیگر داشته باشه متقاطع باشد دقیقاً مثل نزی سیست یا موازی باشد هیچ نقطه مشترک نداشته باشد یا منطبق باشد دقیقا روی هم قرار داشته باشد که میشه چه لای تنهایی نقطه مشترک دارد اما گفتیم حالت این حالت به ما شما بسیار مهم است وقتی متقاطع باشد یک نقطه مشترک دارد خب یک نقطه مشترک دارد این نقطه ما شما یک تا ایکس بر خود دارد ایکس و یک تا چی دارد وای دارد به عنوان مثال ایکس ما شما سه است وای ما شما مثال چند چهار است مثال است خب انمی سه و 4 چون انمی چی مختصات نقطه تقاطع یا نقطه مشترک است هم روی خط اول است هم روی خط دوم صحیح است هم روی خط, خط اول است هم روی خط دوم پس انمی سه و 4 اگر ما و شما هم در معادل خط اول بانیم تساوی برقرار میشه هم در معادل خط دوم بانیم تساوی چی میشه برقرار میشه درست است چرا چی رقم شد دیگه نه؟ پس به چی میگیم اگر ما شما بیایم معادلات را دو خط گفتیم در تا قوس کلان بندازیم صحیح در, در یک تا قوس بندازیم به این میگیم سیستم معادلات خطی سیستم معادلات خطی با عنوان مثال وای مساوی با 2x منفی یک وای مساوی است با 4x مثبت 6 صحیح یک خط است این یک لردش به شکل استاندارد است حالا در یک در یک تا قوس کلان بندازیم میگیم سیستم معادلات خطی چون معادل دو خط است وقتی به ما شما میته میگه دقیقا نقطه تقاطع رو دریافت کو اول ما با شما چک کنیم که آیا متقاطع است یعنی از کجا میفهمیدیم از میلش نه میل از چند است میل از دو است میل از چهار است پس چی است متقاطع است چون با هم مساوی نیست متقاطع است پس حالی گفته برو دریافت کن چرا هم دریافت میکنیم و تو نفس دیگه نه ما میدیم چی میکنیم گفتیم اینی وای است اینی هم وای است پس اینی سمت های باید با هم مساوی باشد پس دو ایکس دو ایکس منفی که با 4 ایکس جمع شش مساوی میماندیم و کار میکردیم ایکس دریافت میکردیم ایکس معادله است دیگه ایکس یک طرف اعداد دیگه طرف X دریافت میکردیم حالی ایکس ده هر کدام از یابانی وای دریافت میشد درست است درس های گذشته بود اما روی امروز ما شما چی میخوانیم؟ روش تعویزی را میخوانیم روش تعویزی میخوایم و یک نکته شاگرده از دقت کنید سیستم معادلات خطی را بعضی از کتاب ها به شکل نامش میگیره سیستم دو معادله دو متحول یعنی علاوه برای که خط هم اصلا این خط ما میتونیم از یک استفاده دیگه هم بباریم سهیست؟ پس من تختر پاک میکنم یک مثال کار میکنم برات یا گفتیم بعضی از کتاب چی میگه؟ سیستم دو معادله دو متحول سهیست؟ پس هر کدام از یاردور بگه فرق نمی کنه. دقیقا یکیست و برای حل از ما شما چند روش داریم یک تا روش ترسیمی داریم باید چی باید خطا رو بکشیم نقطه تقاطع رو دریافت کنیم x و وایشه یک روش دیگه چی از روش تعویزی پس که امروز ما شما میخونیم روش تعویزی سایست روش تعویزی یا روش جایگزینی هم بهش گفته میشه اما گفتیم که ما چرا میگیم سیستم دو معادله دو متحول چون میتونیم سوالای دیگر هم کار کنیم با نان مثال و ما شما گفته دو تعداد دریافت کو که جمع از هر دو عدد شود 100 و تفریق شود 20 دو تا دریافت کو جمع او دو عدد شود 100 و تفریق شند شود 20 شود سیست پس ما از همین سیستم دو معادله دو متحول که همون سیستم معادله خطیس میتونیم کار کنیم به شکل دقت کنید من میگم که ای جمع بی مساوی با یکصد و ای منفی بی ما و شما چند باشد؟ باشد بیست فیس گفته دو تا عدد دریافت کو که جمعش یکصد صد پس من عدد اول نامش ای گرفتم عدد دوم نامش بی گرفتم گفته جمع شوه یکصد و تفریق شوه بیست پس ای منفی بی مساوی بیست یا میتونه بی منفی نوشته کنه فرق نمیکنه نگفته کدام از کدام, کدام نوشته حالا گفته دو عدد دریافت کو پس من یار اگه ده قوس بندازم به میگم سیستم دو معادله دو متحول دقیقا مشابه سیستم معادلات خطی میشه صحیح فهم چرا رقم شد دیگه نه اگه من به سیستم معادله خطی تبدیل کنم ای و بی ما و شما چی است اما ایکس وای است یعنی به این شکل است یعنی میتونیم به شکل نوشته کنیم ایکس جمع وای مساوی است با 100 و ایکس منفی وای مساوی است با 20 میتونیم معادله دو تا خط در نظر بگیریم صحیح حال گفته ایر کار کن این ما میتونیم چی به شکل اگر اگر در درس گذشته ایر کار کنیم باید به با شکل استاندارد نوشته کنیم و دیگه گپاش خوش میفهمین اما و روش تعویضی به چه شکل است روش تعویضی دقت کن روش تعویضی ما با خود ایوبی کار میکنم با خود ایوبی بی کار میکنم روش تعویضی به این شکل است دیگه یک تا از متحول تو یک تا از یک تا از این معادله انتخاب میکنی فرق نمیکنه کدوم اولی یا دومش فرقی نمیکنه با نام مثلا من دومی انتخاب میکنم یک تا از متاولا را ده یک سم نگه میدارم دیگار کلش انتقال میدم ده دا اوبر یعنی من ایره به با عنوان مثال ایره ده اینج دریافت نگه میدارم و منفی بر ده اوبر انتقال میدم سیست پس این نظم اولی پس ار میگرم ده ای بر ای مسایست با بیستم که ده اوبر مانده منفی بر ده انتقال بدیم چی میشه؟ مثبت بی سیست یعنی یک متاول نظر به دیگه, دیگه نوشته میکنیم فهم چرا شد بس روش تعویض به این شکل است میگه یک تا از متحولات در یک طرف تسای اسلام میکنی دیگار کلش شو بر انتقال میده صحیح پس چی میشه ای ما و شما میشه 20 جمع بی خب عالی چون ما و شما دوم انتخاب کردیم ار دریافت کردیم ار نظر به بی دریافت کردیم یعنی ای یک طرف باشه دیگر کلش یک طرف عالی در معادل اول در اون معادل دیگه که انتخاب نشده میریم به جای ا ای اینم قیمت عوض میکنیم ای مگر با 20 جمع بی مساوی نیست پس من میرم به جای هرچی چی است، هست میمانم بیست جمع ای سیست پس نویشتن میکنم دقت کن پس ای جمع بی مساوی با یکصد بود سیست خب حالی ما چی میکنم به جای ای نویشتن میکنم بیست جمع بی پس به جای ای نویشتن میکنم بیست جمع بی خود خب جمع به جای ای نویشتن میکنم خود بیرم نویشتن میکنم جمع بی مساوی است با یکصد سه اسفا میشه چرا خمشد پس نگاه ما معادل اول خودش نوشته کردم به جای ای ای با 20 جمع بی مساوی بود قیمت گذاری کردم هر چی ای را دیدم به جای چی میمونم 20 جمع B نوشته میکنم پس 20 جمع B بی جمع بی ای بی است یعنی خود این دوم است ای یعنی ای, ای ما شماست دقت کن یعنی ای ما شماست 20 جمع B شد ای سه و ای هم که خودش هم خودش خب حالا اینو جمع میکنم این اختصار کنیم 20 جمع بی جمع بی بی جمع بی چی میشه دو بی میشه سه آفرین آف پس میشه چی 20 جمع دو بی مساوی با یکصد خب یک معادل درجه اول است رو است دیگه 20 دوباره انتقال, انتقال بده میشه منفی بیست پس چی میشه پس میشه ادامش میده اینجا نوشته میکنم پس میشه چی 20 دوباره انتقال بده میشه منفی 20 پس دو بی مساوی با 100 منفی 20 100 منفی 20 چند میشه؟ دو بی ما و شما هست 80 یکصد منفی 100 منفی میشه اطراف تقسیم به دو اطراف تقسیم به دو بساز یعنی دو کرد دو خلاص پس بی ما و شما چند میشه؟ 80 تقسیم به دو میشه چل سهیست؟ پس بی چل شد خب حالی ای چه رقم دریافت کنیم؟ گفتیم دیگه یک طور که دریافت کردی در حال در معادلات اول ده اول یا دوم فرق نمی در هر کدام که بیره قیمت چه چل کنه ای دریافت میشه فرق نمی در کدام چه کنیم ما در کدام در اول میکنیم و در دوم هیچ فرقی نداره اول مثال ده اول کنیم اگر کنیم چی میشه به جای بی چند بی, بی با چل. پس میشه ای جمع با یک 40 دوان انتقال بده 40 دوان انتقال بده میشه منفی 40 پس a و شما میشه چند a و شما مفاریس تا با 100 منفی 40 پس a و شما مفاریس تا 100 منفی 40 چند میشه 60 میشه صحیح پس a شود 60 b شود 40 جمعش یکصد میشه و تفریقش چند میشه 20 میشه درست است پس فرمی چرخم شد پس سیستم معادله خطی یا سیستم دو معادله دو متغیر روش چی روش تعویضی روش تعویض به چه شکل است گفتیم که در معادل اول یا دوم فرق نمیکنه یک تا از متحولا را انتخاب میکنی حالا هر کدوم معادله باشه اول یا دوم فرق من دومی رو انتخاب کردم اینو گرفتم منفی بر دو انتقال دادم یعنی یک متحول نظر به دیگه متحول نویش تام میکنیم صحیح بیر دو انتقال دادم شده مثبت بی حالا عامل در معادل اول به جای ای همی قیمت چه واسه کردم معادل اول نوشته کردم ای جمع بی مساوی 100 به جای ای نوشته کردم 20 جمع بی صحیح چرا ای کار میکنیم چون دقت کن شاگرد عزیز ما به جای a20 جمع b نوشته کد اینجا 20 جمع می نویس نکردم معادله ما شما یک تا متحول میشه b بی کدی بی جمع میشه اما اگر a ای بود g و b با هم جمع نمیشه صحیح است پس به خاطر ما یک تا مو... متحول نظر و متحول دیگه نوشته بکنیم. ده معادله دیگه قیمت گذاری میکنیم که تبدیل به یک متحول شود بتونیم جمع کنیم پس a جمعی مفرد با 100 بعد گفتیم که چی به جای a نوشته کردیم چی 20 جمع b پس بجای جای نایشکن بیست جمع بی چرا کار کردیم چون تبدیل به یک متحول شد ما و شما بتونیم بی با جمع کنیم صحیح پس بی جمع بی میشه دو بی بیست هم که خودش نوشته کردیم پس بیست جمع دو بی مساوی با یک ست. درست است خب حالی یک معادله یک متحول خواهی میتونیم کار کنیم بسیار هم آسان است پس 20 دو و انتخال بدین چی میشه منفی 20 پس میشه دو بی مساوی با یکصد منفی 20 پس دو بی با 80 اطراف تقسیم بر دو بی ما و شما چل دریافت میشه درست است خب عالی بیره گفتیم در هر کدام از این دو معادله فرق نمی کنه بی ما و شما قیمتش چل است دهی بنداز ده بعد اولی انداختم به جای بی چند ماندم چل ماندم صحیح پس بیره گفتیم چل ای جمع چل مساوی است با 100 ای مسایی میشه با چل دوباره انتقال بده میشه منفی چل پس ای ما و شما 60 شد صحیح پس به چی میگیم روش تعویضی چه رقم شد دیگه نه خب شاگرد عزیز ما پاک می‌کنم یک تا مثال کار میکنم که دقیق روش به شکل هست؟ درست هست؟ پس خب شاگرده عزیز با عنوان مثال پس یک مثال من نویشتم میکنم گفته که یعنی سیستم دو معادل دو متحول یا سیستم معادلات خطی کار کن دو اکس جمع سه وای مساویست با سفر و سه اکس جمع دو وای مساویست با ده گفته ایر کار کن سوال امتحان است بنوان مثال خب بیر چرخ هم کار کنه گفتیم که یک تا از معادلات انتخاب میکنیم برایش روش تعویضی میخوایم کار کنیم دیگه نه یک تا از معادلات انتخاب میکنیم اول یا دوم فرق نمیکنه ما با اون اول انتخاب میکنم و x یا y فرق نداره نظر به او دیگه نوشته کو پس ما x ما اول انتخاب میکنم اما اولی x در یک طرف نگاه میدارم دیگه رو کل بر انتقال میتونم پس چی میشه میشه دو x ما و شما مساوی میشه با سوای مثبت دو انتقال داده شو میشه منفی Y اون صفر هم که نوشتن صحیح است اطراف تقسیم به دو ایکس ما شما باید تنها شوه یعنی باید یک شوه پس اطراف تقسیم به چند میکنیم تقسیم بر دو میکنیم صحیح تقسیم بر دو تقسیم بر دو این دو که دو خلاص پس ایکس ما شما چی میشه میشه منفی سوای بر دو است پس X ما شما کنیم منفی سه وای بر دو یا منفی سه بر دو وای میشه نوشته کرد یعنی ما میتونیم به شکل کنیم منفی بر دو وای فرق نمیکنه درست است هر کدام داشته فرق نمیکنه خب الی میرم چی میکنیم در معادله دیگه در معادله اول انتخاب کردیم ایکس کردیم در معادله دوم به جای x چه همین قیمت چه میمانیم منفی 3 بر دو، وای یا منفی 3 وای بر دو فرقی نمیکنه پس نوشتن میکنم پس چی نوشتم میکنم نوشتن میکنم 3 X، جمع دو وای است با 10 خب میرم بجای جای چی؟ بجای جای ایکس چی میمانم؟ میمانم منفی سه بر دو وای پس میشه سه زب داره بجای x منفی سه بر دو وای سیست جمع دو وای مساوی است با ده درست است خب حالی رو ضرب کن. این مخرج سه مخرج چند است مخرج یک کسی که صورت در صورت مخرج در مخرج سه است سه سه نو یک دو دو من مثبت در منفی منفی پس میشه منفی نو نو بر دو وای سیف جمع دو وای مفاویس با 10. خب من فی نوی بر دو وای جمع دو وای مفاویس با ده باید کار کنم یعنی هر دو با هم جمع میشه سیف من فی نوی بر دو جمع دو ما دا در اینجا دریافت میکنیم تا بتونیم دریافت کنیم منفی نوع بر دو جمع دو مثبت دو مخرج چند است مخرجش یک است باید مخرج مشترک بگیریم دیگه پس ما این رو در دو میسازم چون مخرج شود دو یعنی صورت هم در دو بسازیم چی میشه جواب پس اینی میشه مخرجش میشه این میشه منفی نوی بر دو جمع یا میشه دو یا میشه چهار سیف خب یک از مخرج دور دور نوشته میکنیم آل منفی نو با مثبت چهار هم علامت نیستن از هم کم میشه میشه منفی پنج پس منفی پنج بر دو سیف بر جواب ما به میشه میشه منفی پنج بر دو وای مساوی است با ده سیف حال اطراف تقسیم بر چند تقسیم بر همین ضریب ضریب ما شما چند است منفی 5 بر دو پس اطراف تقسیم بر منفی 5 بر دو میکنیم پس ما دای بر نوشته کنم ادامش دای بر نوشته میکنم پس چی شد شد منفی 5 بر دو وای مساوی است با 10. اطراف تقسیم بر همین ضریب ضریب ما شما چی است منفی 5 بر دو تقسیم بر منفی 5 بر دو سیست خب n منفی 5 بر دو با منفی 5 بر دو خلاص پس وای ما و شما چند میشه و ده میتون مخرج یک بتیم دور به دور نزدیک به نزدیک 10 ضرب در دو ما و شما میشه چند 20 صحیح 5 ضرب در یک میشه 5 مثبت در منفی هم؟ منفی اگه اختصار کنه میشه منفی 4 صحیح پس وای چند دریافت شد؟ وای منفی چار دریافت شد خب حال در معادله اول یا دوم باید قیمت گذاری کنیم به جای وای چند بانیم منفی چار و در معادله دوم میمانیم به عنوان مثال معادل دوم اگر بانیم با معادل دوم اگر بانم به این شکل میشه سه جمع دو وای به جای وای چند میمانیم منفی چار دریافت کردیم 6 به جای وای منفی چار میمانیم منفی چار مساویست با 10. درست است؟ خب دو ضرب در منفی چار میشه منفی هشت پس سه ایکس جا منفی هشت مساوی با ده منفی هشت دوار انتقال بده مثبت هشت پس سه ایکس مساوی است با ده مثبت هشت که چند میشه سه ایکس ما و شما میشه هجده حالا اطراف تقسیم بر سه تقسیم بر سه بسازید اطراف این سه با سه خلاص پس x ما و شما چند میشه؟ اجزای تقسیم بر 3 میشه 6 پس x ما و شما 6 دریافت شد و y ما و شما منفی 4 دریافت شد درست است؟ پس این چی است؟ روش تعویزی یک تا مثال دیگه هم کار کرد خب شاگرد عزیز ما تختر پاک میکنم یک تا مثال مشکل ترم کار میکنم درس ما و شما امروز خلاص میشه درست است پس ما تختر پاک کنم یک تا مثال کمی مشکل تر البته مشکل نیست ما آسان است میتونیم کار کنیم مثال میبینید پس ما تختر پاک کنم مثال این سیستم دو معادل دو متحول به ما و شما داده گفته که دریافت کنید دو x بر سه با عنوان مثال دو x بر سه جمع 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 چند باشد جمع وای بر پنج مفاویست با شش سیست یک تا معادله به شکل کسری هم داره خب مشکل نیست میتونیم کار کنیم میگیم چرا هم کار میکنیم اما معادل دومش چی است x بر 6 منفی x بر 6 منفی y بر 2 است با منفی 4 صحیح این دو معادله دو متعادل به ما شما داده گفته این سیستم کار کن یا دو معادلات خطی گفتیم سیستم معادلات خطی یا سیستم دو معادله دو متحول گفته این کار کن خب من یک نکته برد میگم دقت کن وقتی که ما و شما مخرج داشته باشیم اگر ما با مخرج کار کنیم باید مخرج مشترک بگیریم و گپاست کمی مشکل میشه سقیل میشه پس اول ما چی میکنم ما اول میایم مخرج ها رو خلاص میکنم چرا خم مخرج خلاص میکنم وقتی مخرج داشته باشیم کار ما و شما بسیار آسان میشه چرا خم خلاص میکنم میایم باید چه یک تعداد دریافت کنیم که ام سر خلاص کنه ام پنج مخرج از چند است مخرج از یک است که خوب مشکل نیست پس سه و پنج چه خلاص میتونه بکنه 15 صحیح پس اطراف ضرب در 15 میکنم کل گیر اینم ضرب در 15 اینم ضرب در 15 هم ضرب در 15 میکنیم مخرج ها خلاص میشه پس من به شک میتونم سیستم به شک نوشته کنم جدید نوشته کنم ضرب در 15 کنه میره صحیح است ضرب در 15 اگر بسازیم پس من اطراف کل از زیر ضرب در 15 میکنم کلش صحیح خب 15 را ده ضرب کنیم دو 15 میشه چند سی سی ایکس بر سی سی با سی میتونه ساده شوه میشه ده ایکس پس جواب ما شما چی میشه اینجا ده ایکس پس ده اکس میمانه پانزه رو ده یک ضرب کنیم پانزه بایی پنج اختصار میشه میشه سه سه وای جمع سه وای مساوی است با پانزه ضرب در شش بسازیم شست پنج شش هم سی میشه نوت سه است مساوی است با نوت پس دیگه مخرج نداریم سه است. چرا چه رقم شد دیگه نه خب یار دور رو چه خلاص میکنه شش دو رو چه خلاف میکنه میتونیم زبر در 12 کنیم چون هم شش خلاص هم دوره هم میتونیم زبر در شش بکنیم شش با شش خلاص میشه با دو هم خلاص میشه صحیح پس کل اطراف زبدار چند میکنیم زبر در شش میکنیم خب زبر در شش اگر بسازیم چی میشه شش با شش خلاص میشه میشه یک فقط شش با دو خلاص شوه میشه سه سه وای منفی سه وای مساوی است با 6 4 24 مثبت در منفی منفی 24 صحیح پس به جایی که من این سیستم سی سی معادلات خطیر کار کنم اینی رو کار میکنم آسان تر است مخرجاش خلاص کردم حالا که مخرج خلاص کرده آسان کار میشه صحیح است خب باز با تعویض کار میکنیم مزم اولی x خود دارم منفی سوای دو انتقال بده x نظر به y نوشته میشه صحیح است پس به این صورت میشه پس مزم من اولی x دریافت میکنیم x مساوی است با میشه منفی 24 منفی سه وای دا انتقال داده بشه و میشه مثبت سه وای پس میرم در معادل اول به جای هر چیکس منفی 24 جمع سه وای میکنم صحیح است پس چی داره ده ایکس جمع سه وای مساوی است با 90 داره پس به جای ایکس میمانم منفی 24 جمع سه وای پس میشه ده زب داره منفی 24 جمع سه وای جمع سعی پس بچه یک ما خود یک سه داریم جمع سه مساوی است با نهاد خوب ده هم باید در منفی بیست هم در سه وای زر شو دای در در منفی 24 میشه منفی 240 منفی 240. ده در در میشه مثبت سی جمع سوای هم که آخر خودش نوشتم میکنه مساوی است با نهاد کد میشه سی و سی منفی در میشه مثبت 240 پس میشه 33Y محفظی است با 90 جمع 240 صحیح؟ خب 90 جمع 240 چه میشه؟ میشه 330 صحیح دیگه؟ یه اگه 100 بگیریم میشه 340 درد کم است میشه 330 پس ادامه ایش در اینجام دریافت میکنم پس 33Y محفظی شد با 330 اطراف تخصیم بر 33 بسازین تقسیم بر سی و سه یعنی سی و سه سی و سه خلاص پس وای ما و شما دریافت میشه چند ده سه تقسیم بر سی و سه بسازی ده میشه وای ما و شما چند شد ده شد خب حالی وای در ده دریافت کردیم حال در معادل اول یا دوم فرق نمی بجای جای وای چند میمانم ده میمانم ما در معادل دوم میمانم سعی بجای به جای وای میمانم ده به جای وای اگه ده میمانم به میشه پس معادل نوشتن میکنم xه. منفی سه وای به جای وای گفتیم چند میمانیم؟ ده زب ده مساوی با منفی بیست و چهار سیست شاگرد از دقت کن میتونی سی دایی بانی. فرق نمی کنه ولی خب آسان طرف دیگه مخرج نداره سیست دایی انبانی فرق نمی جواب بر شما میکشه ولی ما دو میمانیم چون مخرج نداره خب سه زب ده میشه سی پس x منفی سی مساوی با منفی بیست و چهار پس x مساوی میشه با منفی 24 خودش منفی 3 دوباره انتقال بده مثبت 3 خب منفی 24 با مثبت 3 هم علاوه نیستن از هم کم میشه جواب چند میشه 6 مثبت پس x ما و شما مساوی است با 6 پس x در کردیم 6 و y در رفت کردیم 10 خب معنایش چی است یا این ارد جواب است معنایش چی است معنایش است که تو در معادل اول به جای x بان 6 به جای y بان 10 تساوی چی میشه برقرار میشه 100 درصد صحیح است بجای x بان 6 بجای x 6 بان 2 6 12 صحیح است 3 میشه 4 بجای y بان چند 10 10 بر 5 میشه 2 صحیح است 4 با 2 میشه با 6 تساوی چی میشه برقرار میشه اگر در معادل دومم تو بیای بجای x بان 6 بجای y بانی 10 باز دوباره برابر تساوی برقرار میشه بان بجای x بان 6 6 بر 6 میشه 1 صحیح است ده اینجا یک شد بجای y بان ده، 10 بر دو. میشه پنج یک منفی پنج یک مثبت است پنج منفی است هم علامه نیست کم میشه چهار منفی دقیقا چهار منفی میشه سیست پس جوابار که ما و شما میکشیم معنایش است که همه یک سوایی که ما و شما دریافت میکنیم در هر دو مدل اگر قیمت گذاری کنیم تساوی برقرار میشه درست است پس این ای, ای معادله را این سیستم معادلات خطی یا سیستم دو معادله دو متحوله ما به روش چی کار کنیم به روش تعویزی درست است فهمیدید چه رقم شد دیگه نه تمرین‌ها به حل سیستم معادلات خطی برایش تعویزی را کار کردیم دیدیم که چی هست پس من این تیک مار کنم که درس امروز ما و شما یک عنوان داشت و اونم خواندیم خلاص شد اما کارخانگی تمرین های صفحه چند صفحه 80 کتاب باید با ما کار کنید با ما روان کنید سیست خودتون کار کنید در کتابچه‌تون کار کنید و روان کنید اگر کدام مشکل داشتید کدام سوال داشتید در حل کارخانگی با ما میتونید در ارتباط شوید از طریق واتساپ نمبرش چی است 20964780 255 40 13 درست است فام چی رقم شد دیگه نه خب پایان درس ششم درس ششم ما و شما از فصل سوم خلاص میشه درست است خب شاگردای عزیز و گرامی مانده نباشین بخیر باشین شما رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم